عمر اکرم یک نوازنده، یک آهنگساز است. آهنگسازی که بر بلندترین پله‌های موفقیت در موسیقی گام نهاد. او که نوازندگی را در کنار استادان با تجربه آموخت، از آوان جوانی بر آن شد که زندگیش را با موسیقی بیامیزد. عمر اکرم آهنگساز آمریکایی افغان تبار است که ملاقات او با دکتر مایک وسیلو مانولاکیس در دهه 90 باعث شد تا مردم با نام و موسیقی او آشنا شوند. دکتر مانولاکیس که اولین تهیه کننده ی البوم موسیقی عمر اکرم است، از نخستین دیدارش با عمر اکرم قصه می کند. قرار شد با این نوازنده که عمر اکرم نام داشت از نزدیک ببینیم. او در دفترم آمد و با یک پاکت پلاستیکی پر از نوارهای کست. وقتی به اولین آهنگش گوش دادم پرسیدم این آهنگ شما نوشتین؟ گفت بله. و باز پرسیدم پیانوی این آهنگم شما نواختین؟ گفت بله. آهنگ دومی هم همی طور و سومی و چهارمی. تمام آهنگای را کمر نوشته و اجرا کرده بود، پر از احساس و نهایت زیبا بود و من تصمیم گرفتم اولین آلبومش را تهیه کنم. آلبوم پژواک عشق عمر اکرم را که دکتر وسیلو مانولاکیس تهیه کرده بود در سال 2013 بزرگترین جایزه موسیقی گرامی آوارد بهترین آلبوم را به دست آورد. عمر اکرم این دستاورد بزرگش را حاصل سالها تلاش خودش و تشویق فامیلش می داند. ما خوشبختانه در یک فامیل کلان شدیم که پدر و مادر ما را تشویق می کرد. از خورترکی مثلا 5 ساله که بودم در پراگ زندگی میکردیم، 6 ساله، و در اون وقت بر ما پیانو خریدن. وقتی که عمر جان برد گفت اولین افغان امریکن که گرامی برد، یعنی او که پابلش شد میدیا، یا یک جای افتخار بود برم. استیو الیور یکی از نوازندگان است که با عمر اکرم می نوازد و قرار است تازه ترین آلبوم او را هم تهیه کند. او می گوید که نواختن در کنار عمر لذت بخش است. عمر همیشه با ایده های تازه و بکر به استودیو می آید. ملودی هایی را که عمر نوشته می کند شگفت انگیز است. موسیقی عمر موسیقی دنیایی است. امتزاجی از موسیقی پاپ و موسیقی سنتی. کار کردن همراه عمر برای تهیه آلبوم جدیدش بسیار لذت بخش است. عمر اکرم می گوید که موسیقی او ریشه در اصالت شرقی دارد. ولو که در کلاسیک غربی در حساب موسیقی را یاد گرفتیم، بازم خودم خونم افغان و شرقی است. یعنی هر دوی زیرا که کامبینیشن می کنی، یعنی کامبینیشن موسیقی مسکال می شنوید. عمر اکرم در ایالات متحده زندگی می کند. او می گوید که این کشور هرچند فرصت های زیاده را در اختیار همه قرار می دهد، اما موفقیت فقط از آن کسی است که تلاش میکند. امریکا جای land of opportunity که میگن، جای است که زمینه براتون مساعد است هر کاری که بکنید. منتها خود آدم باید زحمت بکشه و خود آدم باید زیاد کار کنه، وقت خود آدم ضایع نکنه. هر چیز آدم کنه میتونه، هر کار آدم پیش برده میتونه. برای عمر که در کشورهای زیاد زندگی کرده است، بودن با خانواده و دوستانش گزینه ایست که او را به هویتش ربط می دهد. او می گوید که حال او هویتش را در موسیقی و خانواده اش می یابد. حفیظ آصفی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، کالیفرنیا.